سلام به شما، خیلی خوش آمدید و خوشحالم که بعد از چند هفته با شما هستیم. بفرمایید آقای لاله. درود بر شما و بر بینندگانتون. متاسفانه در حدود 3-7.5 پیش، بعد از اینکه از در این سن 74 سالگی من صبح میرم ورزش، وقتی برگشتم و یه دوش گرفتم، پایین شکم به شدت درد گرفت و بعد این حرکت کرد رفت به پشت. و خلاصه داستان کوتاه بکنم، در حدود 3 هفته دکتر و آزمایش و اینا آخرم نفهمیدن چیه، برای خودش رفت و یکی از عوارضش سردرد بود که به شدت منو میگرفت، ولی الان دیگه 2-3 روزه که رفته و بدون اینکه دکترها بفهمن چی بود. خب خیلی خوشحالم که سالم هستید و با ما هستید. آقا دکتر نرین، بیمارستان نرین، یه مهمونی ایرانی شما برو بگو من این اشکالو دارم، همونجا به شما دوا هم از جیبشون در میارن میدن. در اصل خیلی خوشحالم که با ما هستید و اگر یادم باشه آخرین برنامه قرار بود که درباره دکتر مصدق صحبت کنید و این ماجرای نفت، چون تازگی ها دیدم که این بر اونور نوشته هایی پخش میشه که بابا جون دکتر مصدق که نفت رو ملی نکرد، اون شاه بود که نفت رو ملی کرد. یه جوکی هست درباره آدم بودن و آدم نبودن، هر کی هر چی میگه، میگه اونم اولش این بود بعدن آدم شد. حالا این ماجرای شاه و دوستانی که طرفدار شاه هستن، البته من الان میفهمم که این بنده خداها چه گرفتاری دارن، چون ما مؤذن ترامپ الان اینجا نصیبمون شده و در سن سالی هستم که میتونم یک کمی این رو تحلیل و تجزیه کنم. حالا میفهمم که چگونه اینا میتونن تو مغز مردم نفوذ کنن، که چگونه آدم بی سواد، یه آدم کم دانشی میتونه اینجوری مغز آدمایی که دکترن، دانشمندن، اینا رو هم به اصطلاح تسخیر کنه. لطف کنید یه مقداری درباره ماجرای دکتر محمد مصدق، ماجرای نفت، ملی شدن نفت، ماجرای انگلیس، آمریکا، تا اونجایی که میدونید و دوست دارید صحبت کنید. منم مثل بینندگان سراپا گوش ببینیم که چی شد. ضمناً آقای پتیک از شما خیلی تشکر میکنه به خاطر این کتاب. دوستان دیگه که کتابو براشون فرستادم، اونها هم نوشتن خیلی ساده و روان هست و امیدوارم دوستانم اگر کسی هست، ایشون لطف کردن تعدادی رو برای ما فرستادن، اگر کسی مایل هست این کتابا رو داشته باشه، خدا سالاری و درماندگی، با من تماس بگیرن، ما این کتابا رو در اختیارتون قرار میدیم. بفرمایید آقای لادن، با شما هستیم. سپاسگزارم و سپاسگزارم از آقای پدید که اون کامنت رو دادن. در مورد مصدق، نام مصدق با ملی شدن صنعت نفت و با کودتای 28 مرداد گره خورده، بنابراین این خودش میتونه یک شروع خوبی باشه برای گفتگو. بنابراین این که معتقدم، چون شما به این موضوع قبلا اشاره کردین، که بعد مسائل بر اساس اسناد و مدارک تاریخی باشه، یعنی حرف نباید باشه، و بر اساس مدارک تاریخی میخوام دو تا مثال، یکی از انگلیس یکی از آمریکا، در این مورد برای بینندگان بگم. و اونی که پس از کودتای 28 مرداد سرویس اطلاعاتی انگلیس MI6 یه گزارشی میده بیرون که در آغاز گزارش یک صحبتی میکنه درباره مصدق. فراموش نکنیم که انگلیس به ویژه سرویس اطلاعاتی دشمن شماره یک مصدقه. و درباره مصدق ببینید چی نوشته. میگه که مصدق درستکار و حقیقتاً مصمم بود که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشورش را زدخ و فتخ کند، اما گفتار تند و ضد انگلیسیش برای ما قابل قبول نبود و نمیتوانستیم او را تحمل کنیم یا بپذیریم. در همون دوران، یک سال پس از دولت مصدق، آیزنهاور در انتخابات در آمریکا موفق میشه و میشه رئیس جمهور آمریکا.
آیزنهاور به CIA دستور میده که یک گزارشی تهیه کنن از شخصیت، سیاست و برنامه مصدق. این گزارش سیار هم باز دو خطش رو براتون میخونم. میگه که مصدق شخص میهندوست، درستکار و با شهامت میباشد، ولی تنها به دنبال ملی کردن صنایع نفت نیست، بلکه مصدق خواهان استقلال اقتصادی کشور، معتقد به سیاست خارجی غیر متعهد یعنی بیطرف و برپایی سیستمی مردم سالار و قانونمند برای ایران می باشد. ببینیم، خب به نظر ما ایرانی ها بسیار هم عالیه، ولی داریم در مورد آمریکا صحبت می کنیم. آمریکا دنبال منافع خودشه، همینطور که انگلیس و کشورهای دیگه. داریم در مورد زمانی صحبت می کنیم که جهان دو قطبی، دنیای کمونیست و دنیای غیر کمونیست که با خودشون می گفتن آزاد، غیر متعهد یعنی بی‌طرف بودن، اینجا خود برای مشکل آفرینه. بعد دومین مسئله اینه که آیزنهاور سیاستش بود You are with us or against us، با مایی یا بر مایی. شما وقتی این دوتا رو میذاری پهلوی هم، یعنی جهان دو قطبی و سیاست آیزنهاور، اینه که مصدق میخواد مستقل باشه و ایران بی‌طرف باشه اصلا براشون قابل قبول نیست، و همینطور که نبود و آیزنهاور دستور داد به CIA که همکاری کنه با MI6 و مصدق رو سرنگون کنه. ببینید، برای اینکه مسئله خود روشن‌تر و آشکارتر بشه، داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ 1953، یعنی 65 سال پیش. خب دنیای دو قطبی، ایران بیش از 600 مایل با اتحاد جماهیر شوروی مرز داره و ایران سومین بزرگترین تولید کننده نفته. آیزنهاور و آمریکا به هیچ شما نمیپذیرن که ایران بی‌طرف باشه. نمیدونم بینندگان تا چه اندازه در مورد کشورهای بیطرف میدونن یا به یادشون هست، در اون زمان غیر از ایران، اندونزی و گواتمالا و کمبودیه و چند تا دیگه، در حدود 6 تا 7 تا کشور بودن که بیطرف بودن، و متاسفانه تمامشون بعد از سرنگونی مصدق به مشکل مصدق دچار شدن. این در چارچوب چیزهای تاریخی بود، موارد تاریخی. و اما اسناد، آمریکا اسناد کودتای 28 مرداد و یک سال پیش از ردبندی محرمانه خارج کرد. در این مجموعه 970 برگی پرده ابهام رو از روی این توطئه برنامه ریزی شده برداشت، دسیسه ها و نقش بازیگران پس پرده رو افشا کرد. در میشه گفتش که بهانه و توهم هممیهنانی که توانایی شنیدن واقعیت ها و دیدن حقایق ندارن خونسا کرد. در مورد این 970 برگ اسناد فاش شده دو تا مقاله منتشر کردم. میخوام یه بخش کوتاهی از یکی از این دو تا مقاله رو برای اینکه رابطه با گفتگومون براتون بخونم. بفرمایید. توطئه کودتا برای سرنگونی دولت مصدق و باجگون نمودن ملی شدن صنایع نفت آشکار و شفاف میکند، یعنی نشون میده که چه کسانی شرکت کردن، چه جوری بوده، کی پول گرفته. در ضمنی که برای ما، یعنی ما ایرانیان، گویای داستان دردناک ملتی است که معنی و مفهوم میهن دوستی را نمیدانست و با منافع جمعی و ملی ناآشنا بود.
این اسناد سه مورد رو کاملا باز میکنه. نخست، واقعه 28 مرداد یک کودتای انگلیسی و آمریکایی. حالا ممکنه بعضی بگن خب این ما میدونیم یعنی چی. ببینید، شاه در کتاب مأموریت برای وطنم 28 مرداد رو میگه قیام ملی. خب حالا اون میگه اون موقع هنوز مسائل رو نشده بود. حالا که همه چی رو شده، رضا پهلوی در کتابش میگه که کودتای 28 مرداد این افسانه است. میگه درسته که آمریکا پشتیبان پدرم بود، ولی کودتا رو اصلا نمیپذیره و میگه افسانه است. خب برای اینه که خیلی مهمه که این اسناد دقیق میگه واقعه 28 مرداد یک کودتای انگلیسی با آمریکایی، یعنی خودشون که دارن این کار رو انجام دادن دارن میگن. دوم، توطئه برنامه ریزی کودتا بلا فاصله پس از انتخاب مصدق به نخست وزیری و ملی شدن صنعت نفت ایران آغاز کردیم. این باز خیلی مهم، چون مصدق 2 سال و 3 ماه و 15 روز حکومت داشت و کودتای 28 مرداد آخرش بود، ولی خود کودتا برنامه ریزیش روزی آغاز شد که مصدق نفت رو ملی کرد. سوم، بدون همکاری و شرکت، اینجا نوشته گمراهان خودخواه و جاه طلب، من روش لغت فاسد ایرانی رو هم گذاشتم، بدون همکاری ایرانیا سیایه میگه که این مسئله به نتیجه نمیرسید. و اما در مورد معرفی مصدق، من فکر کنم از دهن دشمن خیلی خوبه. سند شماره 256، واشنگتن، 18 جولای 1952. این درست 14 ماه پس از ملی شدن صنعت نفت و به حکومت رسیدن مصدقه. OIR، Organization of Intelligence Research، این سازمان بازوی پژوهشی اداره CIA و شورای امنیت آمریکاست. یک گزارشی میده به شورای امنیت، به وزارت امور خارجه و یه نسخه‌شو به CIA. وزارت امور خارجه و شورای امنیت از CIA میخوان که اینو تایید میکنین یا نه. این گزارش اینه، میگه که طی این 14 ماه یک انقلاب سیاسی و اجتماعی در ایران روی داده است. مقایسه انقلاب سیاسی اجتماعی جبهه ملی با نیو دیل، اونم من ترجمه کردم پیمان نوین فرانکلین روزولت که آمریکا را از ورشکستگی نجات داد، بی مناسبت نیست. این خیلی جالبه که بزرگترین حرکتی که در آمریکا زمانی که آمریکا با ورشکستگی، بیکاری، قحطی روبرو شده، دهه 1930 و روزولت با نیو دیل، پیمان نوین، آمریکا را نجات میده، OIR و CIA تایید میکنن که برنامه مصدق در این 14 ماه مقایسش با اون بی مناسبت نیست. حالا بهش برمیگردیم، درباره نیو دیل هم میتونیم یکمی صحبت کنیم. گزارش ادامه میده، میگه که هدف جبهه ملی تنها ملی کردن صنایع نفت و کوتاه کردن دست انگلیس از ایران نبوده، بلکه تلاشی در دگرگونی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بوده، از جمله انتخابات آزاد، سیستم مالیاتی قابل اجرا و برقراری عدالت اجتماعی. از این گذشته حزب سوسیالیست ایران به رهبری الله‌یار صالح و اعضایش که خیلی از آنان تحصیل کرده های خارج از کشور و از طبقه متوسط هستند،
اهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روشنی دارن. باز دوباره اینجا تکرار میکنه، میگه این برداشت که تنها هدف جبهه ملی صنعتی کردن صنایع نفت و از بین بردن نفوذ انگلیس میباشد نادرست است. مصدق، صالح، فاطمی و مکی، اینا بعضی از یاران مصدق هستند، پیش از این اعلام کرده و همواره در تلاش بودند که اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران را دگرگون و بهسازی کنند. من اشاره کردم به نیو دیل، یعنی دارم راجع به این چیزی که اینا گفتن خواستم یه توضیح بدم، اگه فکر میکنین برای بینندگان لازم باشه یا جالب باشه یه کمی بازش کنم. همین پیمان رو بگین بهتره. حتما. توی دو سال آخر دهه 20، یعنی 1928 و 1930، بانک‌های آمریکا ورشکست میشن و تعطیل میشن. یعنی اصلا آمریکا با یک شوک عظیم روبرو میشه. نصفی از شرکت‌های آمریکا ورشکست میشن، درهاشون رو میبندن. اینقدر وضع خراب بوده که میگفتن اگه از بغل یک ساختمون خیلی بلند رد میشی حواست باشه، یعنی که رئیس شرکت‌ها از طبقات بالا خودشون رو پرت میکنن پایین، اگه بیافتن رو تو هم نابود میشی. این همون رکود بزرگ بود سال 1930 و اینا که مردم تو صف وای میسادن برای که یک کاسه سوپ یا یه تیکه نون بگیرن. کاملا آمریکا همه چیش نابود میشه در اون زمان. ده ها میلیون انسان بیکارن، خونه‌هاشون رو از دست میدن، ویلونن. عده زیادی تو خیابونا و زیر پلها زندگی میکردن. خب این روزولت میاد میگه که ما باید آمریکا رو دگرگون کنیم. نمیگه انقلاب، ولی میخواسته یک انقلاب بکنه در آمریکا. و یه عده‌ای هم که هنوز یه مقداری ثروت داشتن به شدت بهش حمله میکنن که این کمونیسته، این سوسیالیسته. اونم بی‌اعتنا راهشو ادامه میده و خوشبختانه یه عده آدمای درست دورش بودن و این نودیل رو به وجود میاره. میگه اول این که کسانی که در سن بازنشستگی هستن اول برین تمام اینا رو وضعشون رو درست کنن، یعنی باید جای زندگی داشته باشن، حقوق داشته باشن، غذا داشته باشن و بهداشتشون 100% تامین بشه. دوم، تمام کسانی که توانایی کار کردن دارن و میخوان کار کنن نه تنها باید براشون کار به وجود بیاریم، بلکه باید حقوقی بگیرن که زندگیشون رو تامین کنن. و به کسانی که به صلاح سرمایه دار بودن میگه که اگر اینا توانایی داشته باشن که زندگیشون تأمین کنن میتونن اجناس شما رو بخرن. کسی که پول داره میتونه بره یخچال بخره، میتونه بره اجاق بخره، ماشین بخره. برحال این برنامه نودیل چندین رده داشته و تمام جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها، صدها، مسائل زیربنایی همه در اون زمان آغاز میشه. و یه چیز جالب دیگه هم که پیش میاد اینه که این داستان کار کردن 5 روز در هفته، روزی 8 ساعت، کارگر توانایی این داشته باشه که اتحادیه کارگری داشته باشه، همه مال اون زمان. پس بنابراین این نودیل یک دگرگونی اساسی بود در آمریکا. و جالب اینه که اینا میخوان 14 ماه حکومت مصدق و جبهه ملی رو میگن بی مناسبت نیست که با اون مقایسه کنیم. ولی ببینید چقدر جای تأسفه که من به شما قول میدم در حدود شاید 2-3 نفر در هر میلیون اطلاع داشته باشن از این مسئله که الان بهش اشاره شد، که دون 14 ماه مصدق و گروه جبهه ملی و دولتش در ایران چه کردن. یکی از دوستان من میپرسید که خب چرا مردم نمیدونن. گفتم که یه شعری هست فکر کنم مال سعدیه که در مورد این صحبت میکنه که یه نفر ابلیس رو در خواب میبینه، میگه اه
تو نه شاخ داری نه دم نه آتیش از دهنت میاد، خیلی هم زیبایی، و چرا ما تو رو به صورت یه دونه هیولا میبینیم؟ میگه برای اینکه قلم دست دشمن. حالا بعد از اینکه مصدق رو سرنگون کردن و خودش و یارانش رو بردن زندان، قلم دست دشمن بود. سپاسگزارم. خیلی ممنون. من این Great Depression رو نشون دادم چون ما تو آمریکا، خود من از زمانی که اومدم اینجا توی این 34 سال تا حالا دو بار ریسیشن رو دیدم، ولی هر وقت تعریف میکنن میگن ریسیشن رکود اقتصادیه، ولی دیپریشن حالا کلمه‌شو الان یادم نیست، ولی اون یکی دیگه Great Depression بوده. وقتی شما صحبت میکردید من این عکس رو پیدا کردم نشون میدم. دوستان توجه کنید به تابلو که نوشته قهوه و دونات، یه تیکه نون گرده که معمولا کلیمی ها درست میکنن، خیلی هم رایج شده. میگه که اینو مجانی میدن. ببینید آدم ها با کلاه و شلوار و پالتو و یعنی آدم های درست حسابی وایستادن توی صف، اون روی شیشه هم نوشته که سوپم زور مجانی میدن و مردم صف میکشیدن. این رکود اقتصادی که همینجوری که آقای لادن گفتن، این برنامه بانک ها و اینها، حتی سوشال سکیوریتی و اینها از اونجا به اصطلاح شروع شد. و دوستمون نوشته که آقای اکبری نوشته، از آلمان ایشون تماس میگیرن، نوشته خیلی جالب بود، فیلمی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که میگفت نفت را آیت الله کاشانی ملی کرد و در یادداشتی به دست مصدق داد تا در مجلس بخواند. یه دوست دیگه هم از ایران نوشته که آقای سربی، آیا عجیب نیست که شعبان بیمخ در 28 مرداد فوت کرد؟ خب من و شما میگیم عجیبه، تقاص پس داد. بعضی ها میگن که ببینید این اون روز قیام ملی رو راه انداخت، رهبر قیام ملی بود، در همون روزم مرد. یعنی بستگی داره شما از کدوم طرف بهش نگاه میکنید. ولی برگردیم به این ماجرایی که میگن آیت الله کاشانی نفت رو ملی کرده. حالا خیلی ماجرای جالبیه، نفتی که قرار بود ملی بشه هنوزم که هنوز ملی نیست، هنوزم که هنوز مخارج به اصطلاح درآمدش صرف مردم نمیشه و بستگی داره کی در صدر حکومت و قدرت باشه، اون هر جوری دلش بخواد خرج میکنه. ولی یه ضرب المثلی هست میگن پیروزی 100 تا پدر داره ولی شکست یتیم هست. این حالا همه دارن پدر به اصطلاح نفت ملی میشن. من تا حالا اینو دیگه نشنیدم که آیت الله کاشانی به اصطلاح این نفت رو ملی کرده باشه. نظر شما در این مورد چی هست؟ اتفاقا اسناد CIA تصویری که از کاشانی میده، میگه یک آدم پول پرست، خودخواه، جاه طلب و قابل اطمینان نیست. اگر ما بخوایم روی اون حساب کنیم باید 100% اشخاص دیگری هم داشته باشیم، برای که این هر موقع امکان داره که لیز بخوره از دست ما بیاد بیرون، به هیچ شما قابل اطمینان نیست و دوست داره که در همه چی مطرح باشه. و حتی CIA به سفیر آمریکا در ایران میگه وقتی شما میری پیش کاشانی هی ازش تعریف کن، بگو شما فقط رهبر شیعیان ایران نیستی، شما رهبر شیعیان جهانی، و اون دیگه با شما دوست میشه و اون این کارو میکنه و میگه که واقعا دیگه من از تو دست من قشن دون میخور. نه یه آدم بی شخصیت پول پرستی بوده، نقشی هم در اون نداشته، فقط نقش در کودتا داشته. بسیار ممنونم. پس نشون میده بعضی وقتا حتی برای مزدور بودن و وطن فروش بودن هم یه درجه ای از اعتماد و اعتبار باید باشه که اونها بهش داشته باشن. ولی در رابطه به این که شما گفتید هم انگلیس گفته که آقای مصدق یعنی در جهت خوبیش تعریف کرده، هم CIA، حالا بعضی از دوستان که احیانا مخالف هستن میگن خب ببین ما گفتیم که این آمریکایی بوده، ما گفتیم که این انگلیسی بوده، اونو چجوری آدم باید به اینا بگی که بابا دیگه این انقدر خوب بوده که حتی دشمنانش هم تا امروز نتونستن یک کلمه بدی دربارش بگن؟ البته اشتباه زیاد کرده، من خودم اشتباهاتشو خوندم میدونم،
ولی اینم مثل آقای خمینیه که هر بدی شما تا حالا بخواید دروغگو بودن همه اینا رو میشه بهش چسبون، ولی نمیشه بگی که مثلا عاشق پول بوده یا دنبال پول رفت یا تو فلان بانک پول جمع کرد و اینا. نظرتون در این مورد که حالا اونایی که طرفدار پادشاهی هستن و اون روز رو فکر میکنن قیام ملی بوده، میگن که بله ببینید که انگلستان از مصدق تعریف میکنه، ببینید که CIA از مصدق تعریف میکنه، نظرتون در این مورد چی؟ ببینید دو تا قسمت داره پاسخ من. نخست این که اگر پس از 65 سال که از اون تاریخ گذشته، پس از این که میخوام بگم حداقل 60-70 تا کتاب از بازیکنان، بازیگران و کسانی که در داستان بودن، خارجی و ایرانی، هم آمریکایی، انگلیسی، اروپایی و ایرانی که خودشون در ماجرا بودن، کتاب‌ها رو نوشتن، اقرارنامه‌ها رو نوشتن، هنوز اون کسانی که سینه میزنن در این مورد، به نظر من بحثی باهاشون کردن بیمورد. برای اینکه اگه واقعا راست میگم، برن یه خود مطالعه کنن ببینن که اون چرندیاتی که تو ذهنشونه همونه، فقط چرندیات. ولی اجازه بدین که گفتم دو بخش دو. طبق این اسناد پاش شده یکی دو چیز رو با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم که چی میگن. یکی این که شما میگین که این که آیا مصدق انگلیسی بوده یا آمریکایی، نفوذ و قدرت انگلیس در ایران از پیش از، یعنی از فرض کنیم زمان احمدشاه و بعد کودتای 1299، دوران رضاخان و رضاشاه و محمد رضاشاه تا انقلاب، نفوذ و قدرت انگلیس یک واژه انگلیسی رو مجسم میکنه برای من که بهش میگن کینگ میکر، یعنی توانایی اینو داشته باشن که یه آدم معمولی رو برسونن به اوج، برسونن به رهبری، به پادشاهی، به رئیس جمهوری، به این میگن کینگ میکر. خب این علتی میگم نفوذ و قدرت انگلیس رو به نمایش میذاره برای اینه که شما نگاه کنین که در ایران اینا طی اون دوران چه کردن. من چند تا مثال رو میخوام بزنم و هر کدومش خواستین دربارش گفتگو میکنیم. کودتای 1299 که ما تو ایران چون تحریف تاریخ بود به ما میگفتن که سید ضیاء و رضاخان کودتا کردن، نه، انگلیس کودتا کرد، بعد سید ضیاء که هیچ کاره، هیچ آدمی نبود، و رضاخان که یه دونه قزاق بی سواد بود، آوردن این دوتا رو، یکی رو کردن نخست وزیر، یکی رو کردن فرمانده خشون، و آروم 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 رضاخان شد سردار سپه، شد نخست وزیر و شد پادشاه. و زمانی هم که دیگه نیاز داشتن که قرارداد نفت و دوباره اضافه کنن بهش، 30 سال گذشته بود، میخواستن 30 سال رو تمدید کنن، به رضا شاه گفتن که اینو برو اینجوری تمدید کن، و اون رفت تمدید کرد، اسمش گذاشتن لایحه الحاقی 1933. 10 سال بعدش که دیگه رضا شاه رو نمیخواستن، میگفتن دیگه این مصرف مفیدش تموم شده، انداختنش بیرون، از ایران اخراجش کردن. خب دارم قدرت و نفوذ انگلیس رو نشون میدم. حالا میرسیم به نقش مصدق هم در این مسئله، و دیدیم که وقتی که محمد رضا ولیعهد بود و انگلیس نمیخواست سلسله پهلوی ادامه پیدا کنه، میخواست قاجار رو برگردونه، و اینا به دست پا افتادن و بالاخره قرار شد که یه دونه قرارداد 3 ماده‌ای رو امضا کنه و تعهد بده که هرچی انگلیس میگه اجرا کنه تا بشه پادشاه، و اون این کاری کرد و اونم سنداش همه هست. بعد از اون 10 سال بعد که مصدق و جبهه ملی نفت و ملی کردن، آمریکا رو هم آورد تو کار که آره تو هم میتونی با ما شریک بشی 50-50، و جبهه ملی رو
مصدق و سرنگون کردن و نقد و باز دادن دست اینها. اینا گام به گام قدرت و نفوذ انگلیس رو نشون میده، ولی از دید من طرف دیگه این سکه ما هستیم، یعنی مردم ایران هستن. برفرض ما مردمی سودپرست که منافع شخصیمون به منافع جمعی و ملی همیشه ارجع بوده، و در این مورد مصدق میگه که، و در این مورد که اینا هر کی رو میخوان بیارن هر کی رو میخوان میبرن، میگه در یک مملکت مستقل دولت بیگانه نمیتواند شاه را تبعید کند. داره در باره رضا شاه میگه. من فکر کنم یک بارم یه داستانی در این مورد براتون گفتم که اشرف پهلوی دشمن مصدق بود، ولی میگه که من شنیدم مصدق راجب پدرم یک چیزی گفته که من باهاش موافقم. دیگه موقعی که دیگه مصدق گفته من اگه به جای رضا شاه بودم، موقعی که انگلیس میخواست من رو بیرون کنه، میرفتم تو میدون توپخونه میگفتم ای مردم، انگلیس میخواد من رو بیرون کنه، من نمیخوام به دستور انگلیس برم، شماها به من دستور بدین از ایران برم یا بگین بمون. و اشرف میگه ای کاش این کار کرده بود و من با مصدق موافق هستم. آقای علی شایگان که یک روزنامه نگار و حقوقدان و از رهبران جنبش ملی شدن نفت بود، میخوام دو خط یک نوشتهشو براتون بخونم. میگه که انگلیس ها کارها رو طوری ترتیب دادن که وصول به مقامات کشوری، لشکری و مذهبی فقط از طریق سفارت انگلیس و عمال اینتلیجنس سرویس میسر باشد، و سفارت هم تنها کسانی را به این مقامات راه دهد که مطیع و پیرو دستورات او باشد. یعنی در حقیقت هم کنترل تمام اهرم های کشور و هم افسار مردم در دست انگلیس. سپاسگزارم. ممنونم. در واقع این که شما میگید که خانم اشرف گفته که یه چیزی را از مصدق به اصطلاح یاد گرفته و باید پدرش انجام میداده که برفته میون مردم، جالبه که آقای احمدعلی مسعود انصاری هم تعریف میکنه که اون اواخر دوره شاه، آقای اون مال اردن کینگ حسین به اصطلاح میاد و به شاه میگه که بهش هم میگفته برادر، همیشه بهش میگفته که بیا بریم توی بازار، بیا بریم بین مردم و با مردم صحبت کنیم، و اون بار هم به اصطلاح شاه نرفته. مثل اینکه واقعا این ژن ترسیدن از مردم در وجودشون بوده. آقای لادن، یکی از دوستان چند مدت پیش همین به مناسبت 136مین سالگرد تولد دکتر مصدق از من سوال کرد که آقای سوربی، چرا انگلستان وقتی که این همه آدمای باسواد ما داشتیم در همون دوره‌ای که رضا شاه رو انتخاب کردن، چرا به اصطلاح رضا قلدر، رضا خان، یک کسی رو خیلی معروف دیگه میگن، یک کسی رو از تو طویله آورده، این آیا توهین به ایرانی ها بوده یا این هدفشون این بوده که هر وقت بخوان به اصطلاح بتونن این مهره و موم تو دستشون باشه؟ نظر شما درباره این انتخاب انگلیس چی بوده که چرا رضا شاه رو که سواد نداشته حتی برای خوندن و نوشتن، اون رو بیارن و حاکم ایران اون موقع حالا 10 میلیون 15 میلیون بالاخره جمعیت داشته، این آیا به عنوان توهین بوده؟ پرسش جالبی. نه، من برداشتم اینه که ببینین، اگه خاطرتون باشه انگلیس میخواست اون قرارداد 1919 که بهش میگفتن تحت الحمایه کردن ایران، میخواست اون قرارداد پیاده کنه، و اگه یادتون باشه 6 ماه هم با وثوق الدوله پنهانی مذاکره کرده بود و آخر سر هم بهش رشوه داده بود که وثوق الدوله اینو امضا کرده بود، ولی چون که متن قرارداد و جرایت فاش میکنن، مورد انزجار مردم قرار میگیره و مجلس نمیپذیره، اینا به قول اینا گیباب نمیکنن، اینا تسلیم نمیشن که نه نشد، میگن ما باید بریم این قرارداد یه جور دیگه پیاده کنیم. و
برای یک جور دیگر پیاده کردن قرارداده که میان در ایران کودتا میکنن. و حالا این پاسخ میاد به اونجایی که شما میپرسین. علت این که رضاخان رو انتخاب کردن یه مقدارش تصادفی بود، یه مقدارش عمدی. جنرال آیرونساید که فرمانده قشون نیروهای انگلیس در ایران بوده، بهش میگن که در حدود 2000 تا 3000 تا قزاق که شکست خوردن در رشت و گیلان، اینا عقب نشینی کردن توی قزوین و بیرون قزوین یه جا اردو زدن و اونجا هستن. این با یک عده نیرو و با یه نفر به نام سرگرد احمد خان که به اصطلاح مترجمش بوده و معاون خود جنرال هم یه سرهنگی بوده به نام سمایس. اینا میرن اون تو، قبل از اینکه وارد اردو بشه دستور میده که دور تا دور اردو رو مسلسل‌های سنگین بذارن، میگه هر کسی یه دیدین از اردو میخواد بیاد بیرون ببندنش مسلسل. بعد میره تو و یکی از افسرها رو پیدا میکنه، میگه برو تمام افسرها رو جمع کن میخوام باشون صحبت کنم. در اون دیدار که حالا نمیدونم داستانشو میخواین ادامه بدم یا بله بگی. افسرهای قزاق همه جمع میشن، این داستان به این صورت نوشته شده به وسیله دو سه نفری که اونجا بودن، از جمله خود آیرونساید و سمایس و احمد خان، که میگه که ایشون صحبت میکنه، جنرال آیرونساید و احمد خان هم ترجمه میکنه که من فرمانده نیروهای انگلیس هستم که میخوایم شماها رو ازتون میخوایم که از تمام اسلحاتون رو بذارین زمین و ما برای شما وسایل درست میکنیم، ترینینگ درست میکنیم. شروع میکنه این صحبت رو کردم. بعد میگه همه ساکت بود. میگه وسط اینا یک آدم سیویل های خیلی بزرگ قد بلند که یه دونه چماق دستش بود، میگو این اومد وسط و گفت این آقا کیه؟ و احمد خان میگه ایشون فرمانده فلان اینا. میگه بهش بگو که این حرفایی که میزنه هیچ کدومش اینجا برای ما قابل اجرا نیست. ما تحت فرمان اعلیحضرت پادشاه ایران هستیم و ایشون اگه حرفی داره باید بره به دولت بگه، دولت به ما دستور بده و ما اجرا بکنیم. بعدم شما باشه محکم میذاره رو زمین. دیگه در ضمن اسلحه منو فقط بعد در رو جسد من رد بشی تا بگیری. بعد بلا فاصله جنرال آیرونساید شروع میکنه فارسی حرف زدن، میگه نه میگه سرگرد احمد خان درست ترجمه نکرده، منظور من این نبوده. و مسئله رو درست میکنه و میگه نه من اومدم که میخوام بهتون بگم من میخوام حقوقای عقب افتادتون رو بدم، میخوام لباسی یونیفرم براتون درست کنم، بهتون اسلحه‌های جدید بدم، از این حرف. و بعد ایشون رو دعوت میکنه، چرای سر بعدش رضا خان رو دعوت میکنه توی یک هتلی در قزوین و با همدیگه دو سه ساعت گفتگو دارن. این آغاز دوستیشونه. و خود آیرونساید در دفتر خاطراتش چندین صفحه در این مورد نوشته. پس بنابراین یه قسمتش اتفاق، یه قسمتش عمدی. و حالا چرا یه آدم بی سواد قلدر؟ برای اینکه لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیس به آیرونساید دستور داده بود که ما نمیخوایم با یک دولت و مجلس گفتگو بکنیم و بیایم قرارداد ببندیم. اینا خیلی طولانیه و تعداد زیاده، ایده ها متفاوته. ما میخوایم یه نفر باشه که با مشت و با زور همه کارا رو بکنه، ما ازش حمایت کنیم که طرف ما یه نفر باشه. علت انتخابی قول شما به بی سواد این. بسیار ممنونم. یه سوال دیگه هست در رابطه با اینکه چرا انگلستان رضا شاه رو که خودش گذاشته بود
به اصطلاح تبعید کرد. بعضی برمیگردیم به اون صحبت شما که گفتید که ایران قرار بود بی‌طرف باشه ولی حقیقتا بی‌طرف نموند و به طرف آلمان رفت، حتی اسم عوض شدن پرژیا به ایران، حتی اون خط آهن به اصطلاح راه آهن به جای اینکه از شرق به غرب باشه از جنوب به شمال هست و اینها، میگن این تسهیلاتی رو که رضا شاه برای آلمانیا فراهم کرده بود باعث شد که انگلستان و آمریکا به اصطلاح تصمیم بگیرن که تبعید بشه. نظر شما چیه در این مورد؟ من یک جور دیگه اینو دیدم، یعنی در مدارک خودم که غیر از مطالعات چیزی نمیدونم، در کتاب‌ها و در اسناد این هستش که رضا خان غیر از اون تمایلات آلمان و به هیتلر و به نازی، مسئله اینجا بود که انگلیس نیاز داشت که نفت در بس در اختیارش باشه، راهن و جاده‌ها در بس در اختیارشون باشه، برای اینکه راه کمک به روسیه از توی دریا آلمان‌ها بسته بودن و تعداد زیادی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو متلاشی کرده بودن. تنها راهش این بود و این پروژه رو میگن یکی از کسانی که در به وجود آوردن این پروژه سهم داره چرچیل بوده که میگه بهترین راه اینه که از ایران این انجام بشه و بودن رضا خان که مرتب غر میزده راجع به مبلغ نفت میگن انجام پذیر نیست. یعنی خیلی واضح نیاز به این داشتن که تمام سوخت آبادان رو ببرن برای ارتش، یعنی بی حساب و کتاب و پولی در موردش ندن، حتی بتونن پولم بگیرن، همینطوری که اومدن تو ایران پول چاپ کردن و تمام مخارج سربازهای متفقین با پول ما میدادن که پول ما ارزشش شد هیچ، همون مثل بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان که باید یه گونی پول میبردی که یه دونه نون بخری. حتی یه قحطی هم راه انداختن که گویا خوراکای مردم رو میدادن به سربازا و اینها، حتی رو میدادن به سربازا میفرستادن به روسیه برای تو جبهه. خب ببین اینجا برای اینکه بتونن مقاصد خودشونو پیش ببرن کلید اخراج رضا شاه اون بوده، ولی خب اونو که نمیتونن به مردم بگن، چیزی که میتونن بگن میتونن بگن که آره این داره با دشمن همکاری میکنه و میندازنش بیرون. بسیار ممنونم دوستان عزیز، اگر در رابطه با صحبتهایی که آقای لادن کردن صحبتی، سوالی، نظری یا پرسشی هست حتما یا با خود ایشون، آدرس رو نوشتم اینجا اندیشکده.net، یا با فیسبوکشون. البته فیسبوک شما چون اسمتون رو کامل ننوشتید یکم ممکنه اشکال پیدا کنن، ولی همون لادن رو که بنویسید شما از عکسایی که میاد میتونید مشخص کنید که کدوم صفحه متعلق به ایشونه. من بازم از شما ممنونم، خیلی خوشحالم که حالتون خوب شده، امیدوارم بهتر از این باشین و بتونید بیشتر با ما باشید تا ما ازتون یاد بگیریم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه به امید روزهای بهتر باشید. بحث وقت هست، میخواستم یک چیز کوتاهی در مورد این خدمت شما و بینندگان بگم که باید این نوتم رو پیدا کنم. راجب مصدق سه تا مسئله کوچیک نوشتم که براتون بگم. یکی این که باور مصدق این بود که پیش از انقلاب مشروطه ایرانیان عدالت خواه و آزادی طلب بیش از نیم قرن برای مشروطه کردن قدرت شاه که یعنی قدرتش بی نهایت نباشه مبارزه کردن، هزینه دادن، زندان و تبعید شدن و عده‌ای در این راه هستی و جانشان را نثار کردند که انقلاب مشروطه به ثمر رسید. مصدق میگه مشروطیت و قانون اساسی کلید برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی، هر
مطالعه‌ای که در مورد مصدق بکنیم میبینیم که مرتب روی قانون اساسی پافشاری میکنه و بر همینم با محمد رضا شاه اختلاف داشت، برای اینکه میگفت بعد شاه سلطنت بکنه نه حکومت. دوم هدف مصدق میگه هدف این توی چیزش نمیشه خاطراتش میگه هدف دولت به ملت ایران از ملی کردن صنعت نفت این بود که به آزادی و استقلال برسد و مقدرات مملکت را خود در دست بگیرد. هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود. گفتم اینم برای خاتمه چیز بدی نیست. بسیار ممنونم از شما. البته شما یه جا گفتید که مردم همیشه به فکر خودشون بودن و به فکر پول و مال و ثروت بودن، با این گفته یه کمی به اصطلاح ضد و نقیض میشن. در نه این گفته مصدقه. بله میگه یعنی میگه باید این کارو بکنیم. آها باید اینجوری عدد بشن. دولت این بوده. بله بسیار ممنونم آقای لادن. شما از فوتبال ایرانی خوشتون میاد، دنبال میکنید یا نه؟ خیلی دوست دارم ولی متاسفانه وقت دنبال کردن ندارم. خب بهتون تبریک میگم، امروز برنده امروز برنده شدن، حتما برید مسابقه شو نگاه کنید و پیگیر باشید. خود منم به اصطلاح پیگیری نمی کنم، نمیشینم دو ساعت تماشا کنم، ولی بعد خبرش رو که به اصطلاح دوستان برام میفرسن توی برنامه ها میگن. منم به تیم ملی و به مردم ایران تبریک میگم و امیدوارم این به اصطلاح پیروزی ها ادامه پیدا کنه. خیلی ممنون از شما که با ما بودید، با امید اینکه بتونیم هر هفته شما رو داشته باشیم. سپاسگزارم. ممنونم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.